به گزارش خبرگزاری رویترز کمیسیون عالی انتخابات عراق اعلام کرد حزب دموکرات کردستان عراق به رهبری مسعود بارزانی رئیس منطقه کردستان عراق توانسته با کسب 719 هزار رأی پیروز انتخابات پارلمانی در این منطقه شود بنابر اعلام کمیسیون انتخابات عراق پس از حزب دموکرات حزب تغییر با بیش از 446 هزار رای مقام دوم را به دست آورده و پس از آن حزب اتحادیه میهنی کردستان به رهبری جلال طالبانی رئیس جمهوری عراق قرار دارد که 323 هزار رای را از آن خود کرد بنا به این گزارش نزدیک به 73 درصد از واجدین شرایط در انتخابات پارلمانی که 21 ماه جاری میلادی برگزار شد شرکت کردند در انتخابات پارلمانی کردستان عراق حزب اتحاد اسلامی کردستان نیز توانسته 178 هزار رای را به خود اختصاص داد و حزب جماعت اسلامی کردستان نیز هزار رای به دست آورده و به این ترتیب این دو حزب را توانستند جایگاه چهارم و پنجم را در انتخابات مذکور به دست آورند دو حزب و تشکل سیاسی برای به دست آوردن 111 کرسی در پارلمان کردستان عراق که وظیفه تعیین نخست وزیر و اصلاح قانون اساسی این منطقه را به عهده خواهد گرفت رقابت کردند. سی درصد از کرسی های پارلمان منطقه کردستان عراق بر اساس قانون اساسی این منطقه به زنان پنج کرسی به مسیحیان، پنج کرسی به ترکمنها و یک کرسی به ارامنه ساکن در این منطقه اختصاص داده شده است. پارلمان کردستان عراق وظیفه تعیین نخست وزیر و اصلاح قانون اساسی این منطقه را به عهده خواهد گرفت.